جز یاد تو دل به هر چه بستم توبه، به ذکر تو هر جای نشستم توبه. در حضرت تو توبه شکستم صد بار، زین توبه که صد بار شکستم توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندگار عالم. هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به افطاری امروز خوش آمدین. باز هم نادیه ابراهیمی با اتفاق همکاران خوبم نهایت تلاش میکنیم تا به بهترین شکل ممکن افطاری 24مین روز ماه مبارک امسال را بر شما تقدیم بکنیم. هموطنان عزیز، در این قسمت برنامه جا دارد از حامی مالی برنامه سپاسگزاری بکنم، انرژی اتک. انرژی اتک سرشار از انرژی و نشاط، انتخاب مناسب در سحری و افطار. اتک مشت پرقدرت. دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که شنونده تلاوت قرآن کریم می باشد، اجر و پاداش همان تلاوت کننده قرآن کریم نصیب او همچنان می شود. پس چه زیباست تلاوت زیبایی را که توسط قاری صاحب عبدالمقدم قادری ترتیب و تهیه دیده شده است را با شما یک جا با گوش جان و دل شنوا باشیم. در ادامه همراهیمان کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا رب. سپاس تشکر جناب قاری صاحب، خداوند شما را سلامت داشته باشه. واقعا زیبا تلاوت کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. روزداران گرامی، خواهران و برادران ارجمند، آرزو دارم که 24مین روز روزی ماه مبارک رمضان تا این فرصت به خیر گذشتان نباشه، این طاعت و عبادات شما قبول باشه و خداوند به برکت روزی ما شما فقر و ناهنجاری را از وطن ما و از جوامع اسلامی دور بگردانه.
باز هم بشیر سیرت هستم با تقدیم برنامه افطاری با جمعی از همکارا در خدمت شما هستیم و تمنای همراهی شما را تا ختم برنامه دارم. دقیقاً که باز هم در آستانه یکی از شب‌های قدر قرار داریم. امشب شب 25 هست و چه زیباست که امشب را بتانیم که حد اکثر شب در طاعت و عبادت سپری کنیم. خب آغاز برنامه هست و روال هم معلوم، باید یک بار به آشپزخانه افطاری سری بزنیم. سلام محمد جان هستین انشالله. بله هستم. سلام و عصر شما بخیر و خسته نباشید. عصر شما بخیر. سلامت باشید. سلامت باشید. از اینکه بله همیش خبر میگیری. و یک روزم نشد خودت خبر بگیری. خداوند کمت نکنه، کبری خود در خدمت خودت میشنیم. قربان شما. خب تشکر میکنم از همکار بسیار خوبم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت شما هموطنان عزیز، علاقمندان خوب برنامه افطاری. ان شاء الله که جور و ساعت سلامت باشین، باز هم روزه و نمازتان قبول درگاه حق باشه. خداوند خودت کم نکنه. زنده سلامت باشید. تشکر. انتخاب برای لحظات آشپزی لذت بخش، طعمی که احساس کیفیت عالی را برای شما به ارمغان می آورد. رب فریال با طعم و رنگ بی‌نظیر. فریال از دست دهقان تا نزد مهمان. تشکر از تمویل کننده افطاری. فدا محمد جان، در غذایی که امروز از رب فریال استفاده کردی؟ در دو غذایی که آماده کردیم، یکی البته از گوشت باب است. خب. از رب فریال استفاده کردیم و همچنان ترکاری باب هم استفاده کردیم. از ترکاری باب؟ امروز بامی آماده کردیم. خب خب خب. سلامت باشید. خداوند سلامت داشته باشید و میبینیم از انشاءالله سر میز افطاری. خب در خدمت شما هستیم و ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. زندگی بر من آموخته است. برای داشتن آسایش و آرامش امروز را با خدا قدم بردارم و فردا را به او بسپارم. در ادامه برنامه با شما خوبان هستیم و سپاس از حامی مالی برنامه. شرکت صنعتی پامیرسیکلت، اولین و بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در سطح افغانستان، در این ماه پرفیض و برکت رمضان برایتان قبولی طاعت عبادات و برکت و سلامتی را آرزومند است. پامیرسیکلت همیشه برتر، همیشه ماندگار. ادامه حرف و حدیث ها دست همکار خوبم بشیر سیرت. سپاس تشکر از بانو نادیا ابراهیمی و از تمامی همکارایم و از تمامی شما سرورا که با ما هستین و به خاطر دیدن افطاری انتخاب کردین. دوستای عزیز، در آغاز برنامه هم گفتیم امشب شب 25 ماه مبارک رمضان هست و چه بهتر که از این فرصت باید با خود عهد ببندیم که امشب تا فرصت‌های زیاد شب یا تا یک فرصت طولانی ما بیدار میمانیم و خداوند را پرستش میکنیم و عبادت میکنیم. هر عبادت که باشد، نماز، تلاوت و ذکر و اذکار، حتی در بستر خواب چی بهتر که با وضو عزیزای ما بخوابن و ذکر و اذکار داشته باشن. انشاءالله خواب هم در عبادت حساب میشه. خب مهماندار هستم و یکی از جوانترین چهره ها امروز مهمان ما هست، حامدشاه داودزی، معاون بنیاد خیریه هستن. از ایشان سیمانه خواهش میکنم تشریف بیارن و با ما یک جا شون. داودزی سیب عزیز بفرمایید. بسیار زیاد خوش آمدین. خیلی تشکر. مونده نباشین. بخیر باشین. بخیر آمدین انشاءالله. بخیر باشین. سلامت شما خوب هستین. بخیر. خیلی تشکر. خداوند شما را کم نکنه. بخیر باشین. خب. زمون کامرا استاسو پچو پر کیده. ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی کیله تاسو ته استاسو قدر منو همکارانو او ټولو محترم لیدونکو ته مخام دې ټولو په خیر وی تا ته عبادت روزې منځنه دې ټولو قبولی. ډیر مننه ده. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. در چند جمله از خود بگوین، آقای حامدشاه داودزی کی هستن؟ پیش از اینکه ما خود معرفی کنیم، میخوایم یک وضاحت بدیم. بفرمایید. قرآن عظیمشان یک بخششان قصه است. بله. قصه پیغمبر است. بله بله. و این قصه به خاطر از است که ما نسل آینده از او عبرت بگیریم. بله. از کارکرد نسل گذشته. مثلا در اونجا از پیغمبرها قصه شده است. کارکردهای خوب اونا یاد شده. وقتی که از یوسف علیه السلام پرسان میشد که شما کی هستی؟ یوسف علیه السلام در یک مقام بود که عزیز شاه مصر بود و بهترین پست در دست از او بود که خزانه داری بود. وقتی پرسان میشد که شما کی هستی، میگفت که انا یوسف و هذا اخی. اخی. قد من الله علینا. بله. ما یوسف هستیم و برادر بنیامین. بله. خوب است که به می اکتفا کنیم که اسم ما حامدشاه داودزی است، شهروند افغانستان.
خداوند شما را سلامت داشته باشه. با شما انشاءالله حرف و سخنهای زیاد دارم. خب میپرسم انشاءالله. تشکر از تمویل کننده افطاری. در ماه پرفیض و برکت رمضان دسترخانتان را با جوس خوش ذائقه رویال زیبایی ببخشید. کیفیت را با جوس رویال تجربه کنید. سوپر کولا کیفیت از آن ماست. تشکر از تمویل کننده افطاری. خب دوزده سیب. اولا امیل لباست مبارک باشه. بخیر باشین. ایرم بخاطر برنامه شما پوشیدن که برنامه سلامت باشین. من امی ظرافت متوجه هستم. میمانای ما که بسیار همش با سلیقه است، همش با کلاس است و هر قدر که میبینم که بخاطر برنامه یک ترتیب و یک نظم خاص میمان ما میداشته باشه و این جای خوشحالی است. بخیر باشین. خب دوزه سپ از تحصیلاتتان بگوین. بعد از مکتب چی خواندین؟ باید در دوره مکتب بریم. بریم. یک چیزی که اکثر شاگردا با یک مضمون در جنگ است. مضمون ریاضی چی... نگوین. بله ریاضی. مضمون خود چی میکنی که تا با استادش چندان رابطه خوب نداره. بله. اما ما در دوران مکتب خلاف ای بودیم. ما یگانه مضمونی که زیاد خوشم میامد ریاضی بود. و او دلیل داشت. ریاضی یک چیز برای ما ثابت کرده بود که انشاءالله اگر فرصت بود براتون میگم. ما از لیسه خشکی ولایت پروان فارغ شدیم. خشکی که در غوربند است؟ در غوربند بله، است. بله، بله، بله. لیسه عالی خشکی بله. یکی از لیسه های بسیار مشهور ولایت پروان لیسه خشکی بود. و ما علاقه خاصی که به ریاضی داشتیم، ما در کنکور مضمون ریاضی را انتخاب کردیم. یعنی دپارتمنت ریاضی پانتون علوم بامیان. و ما 4 سال در اوجه خواندیم. بعد از او اما شوق علاقه که بر ریاضی داشتیم، ما 4 سال پانزه اقتصاد خواندیم و فعلا هم محصل هستیم. سلامت استاد، یک راز شما پی بردین که چرا اکتیداد با مضمون ریاضی خوش نیستن. کوتاهی را بگوین چون باز از امی اصل برنامه دور نریم، چون شما یاد کردین و ما هم گفتم در دل استادای ریاضی نگرده اونا از ما آزرده نشن. مضمون ریاضی بسیار یک مضمون دلچسب است اگر شما به جای اصلی برسی. مثلا ما در مضمون ریاضی یک عنوان داریم به نام تابع ثابت. بله. تابع ثابت دوست داره میرد شما و بیننده بله. باش کنم. تابع ثابت این رقم است که اگر ما بر x قیمت میتیم y به مو اندازه قیمت میگیره. یعنی در محور x قیمت ها و در محور y قیمت هاست. وقتی که این نقاط ما وصل میکنیم یک خط مستقیم است، یک میل است. زندگی انسان مثل اینمی تابع ثابت است. فراز و نشیب ها زیاد داره، اما یک انسان ثابت اگر هدف تعیین کنه، هدف مشخص کنه، فقط مسیرشان اونمو مسیر فراز و نشیب های زندگی پشت چه خمیده نمیکنه، هیچ نمیکنه، نه بالا را میبینه نه پایین، فقط مو هدف خود میبینه. و ما به خاطر از این خیلی چیزای دیگه است در ریاضی که ثابت شده. بسیار تشکر. بسیار تشکر که استاد دلیل بسیار خوب برش گفتند. برنامه را با دوزه صاحب عزیز ادامه میتیم، اما پس از وقفه کوتاه. شاید آن مصیبتی که امروز آزارت می‌دهد تو را به سوی بهترین و زیباترین قسمت زندگیت رهسپار باشد. پس نگران نباش. در ادامه برنامه با شما خوبان هستم و سپاس از اینکه همراهی من می‌کنید. دوستان عزیز، بسته تصویری آماده است از چگونگی وضعیت نورگل که با کمال تأسف 3 پسرشان در اثر انفجار ماین کنار جاده شهید شدند. از هر کدام از اونا اطفال و خانواده‌هایشان به جا مانده که ایشان در وضعیت خیلی بد اقتصادی هم به سر می‌برند. این بسته تصویر را با شما یک جا می‌بینیم، می‌شنویم و در ادامه همراهیمان کنید. ما در 3 بچه‌ام و خپل موتر که ارزان قیمت تطلل و در یو پونتون ویلی در 2 سی و سر الار نو بس سال تا ماین باندی سیخ سون و ماین هر چا تا در غصوی و 2 پیور سیخ سو و 3 والا شهیدان سو سی 3 والا ما در زمان سیرانو او دایو ته مې 2 میاشتې کې دوه واده کړی وو. مصر 2 بچیان پاتې دي، دواړه لورګانې دي. زه مریض یم، کال 12 میاشتې دوا اخلم، داسې د شکر تکلیف لرم، د وینې غوړ لرم. نو 24 ساعت دوا سې نه وي، بیا نو بس د اتیاز وفیات راځي یا دغه راځي، مطلب دوا خورو. او بیرته دا ماشومان هم دي، دوی ته هم زړه دغه ده، دوی هم ځورېږي، موږ هم ځورېږو. داسې مثال کونډې راته پاتې دي. نو دیو نفقه په موږ باندې خو فرض ده، ځکه چې مسؤلیت د موږ غاړې ده. هیله او تمه کول الله نه لرو، بیا دغه دوستانو مسلمانانو نه چې موږ سره د ماشومانو او د مریضانو په خاطر باندې
سیاحت سامکاری او سه غیر لوریگی باید من سره وسی. تشکر از اینکه با ما هستید و با آرزوی روزی که ما دیگر در وطن ما و هم وطن ما هیچ مشکل اقتصادی و مشکل صحی نداشته باشه. در خدمت شما هستیم و حاجی صاحب نورگل در استودیو با خود داریم. بسیار زیاد خوش آمدین پدر جان. آرزوی عزیزی داریم خدا مشکل شما را حل بگردانه و دعا میکنیم براتون. خب میریم به طرف فهرست عزیزای ما که پول ارسال کردن. فهرست اسامی مساعدت کننده های برنامه افطاری شبکه طلوع و رجمات شبکه لمر تاریخ 3/4/2024. بنیاد خیریه اتاق تجارت بین المللی در افغانستان 60,000 افغانی، سهم شب 20,000 افغانی، الحاج حبیب الله پیرزاده رئیس گروپ کمپانی های افغانیار 900,000 افغانی، سهم امشب 30,000 افغانی، میبی حاجی از تورنتو کانادا 166,400 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، عمر وشیلا از لس آنجلس آمریکا 69,300 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، سید مصطفی هاشمی از تورنتو کانادا 148,517 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، خواجه احمد شاه مقیم در لندن 300,000 افغانی، سهم امشب 10,000 افغانی، یک خواهر از ژاپن 100,000 افغانی، سهم امشب 3,000 افغانی، میبی حاجی از ویرجینیای آمریکا 100,000 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، میبی حاجی از اوکویل کانادا 104,000 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، یک بنده خدا از ویرجینیای آمریکا 102,742 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، میبی حاجی جمیله از نیویورک 137,075 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، دکتر رحیم الله عزیزی از آلماتای قزاقستان 100,000 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، یونس احمدیار از فرانکفورت آلمان 51,100 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، حاجی محمد کامران از استانبول ترکیه 150,000 افغانی، سهم امشب 10,000 افغانی، حاجی کارگر از فلوریدای آمریکا 68,692 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، فرشته کاکر از استرالیا 62,920 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، فامیل مرحوم قادر 30,000 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، سونیا و مرسل 45,550 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، عمر پوپلزی از سان فرانسیسکوی آمریکا 99,921 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، تمیم عظیمی از آلمان 28,247 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، بنیاد کمک اطفال افغانستان 30,000 افغانی، سهم امشب 3,548 افغانی، فامیل رسول 123,500 افغانی، سهم امشب 12,350 افغانی، حامد کاظمی و خانمش از کانادا 35,700 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، از طرف رستانه و دیانا از ونکوور کانادا 35,707 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، جمشید از ملبورن استرالیا 17,750 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، خانم سلطان عزیزی از فنلند 14,110 افغانی، سهم امشب 4,102 افغانی، میرویس محمدی 24,000 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، بی بی حاجی از سرک اول کارت 30,000 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، استاد بی بی حاجی فریده از آلمان 7,703 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، بی بی حاجی و دخترانش از هلند 37,406 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، از طرف خانم بیات 17,015 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، رب بستان 25,000 افغانی، سهم امشب 4,000 افغانی، از طرف خانواده مرحوم حاجی حفیظ الله رحمان قل مقیم استانبول ترکیه 3,000 دلار آمریکایی، سهم امشب 100 دلار آمریکایی، بنیاد خیریه ندا زاهد 3,000 دلار آمریکایی، سهم امشب 100 دلار آمریکایی، معلم منصور 2,700 دلار آمریکایی، سهم امشب 100 دلار آمریکایی، فامیل اکبر از آلمان 2,160 دلار آمریکایی، سهم امشب 100 دلار آمریکایی، فامیل حسن علی 600 دلار آمریکایی، سهم امشب 50 دلار آمریکایی، یک برادر از کابل 800 دلار آمریکایی، سهم امشب 100 دلار آمریکایی، یک خواهر از کابل 300 دلار آمریکایی، سهم امشب 100 دلار آمریکایی، دو برادر از بشکک قزاقستان 1,000 دلار آمریکایی، سهم امشب 100 دلار آمریکایی، بنیاد خیریه لبل 7,000 یورو، سهم امشب 232 یورو، ادریس زدران از آلمان 1,000 یورو، سهم امشب 50 یورو، از طرف گلغوطه نظری و همکاری باشندگان شهر زوترمیر آلن 700 یورو، سهم امشب 50 یورو، از طرف 1976 از اوکراین 550 یورو، سهم امشب 50 یورو، در مجموع 194,000 افغانی، 700 دلار آمریکایی و 382 یورو می باشد که تقسیم به دو حصه مساوی برنامه افطاری تلویزیون طلوع و برنامه رجمات تلویزیون لمر می گردد که سهم امشب برنامه افطاری 97,000 افغانی، 350 دلار آمریکایی و 191 یورو می باشد که این سهم به چهار خانواده در برنامه افطاری به گونه مساوی تقسیم می گردد که سهم هر فامیل 24,250 افغانی، 87.5 دلار آمریکایی و 47.5 یورو می باشد. خب
دوستان عزیز تشکر از ارسال پول شما، چون امشب ما خوشبختانه 4 فامیل به کمک شما دعوت کردیم. جناب دوزه سیب عزیز، پدر بزرگوار، با کمال معذرت شما هم اگر قبول زحمت بفرمایین. خب دوزه سیب عزیز، این پولی است که همتانای ما از داخل خارج با آدرس موبی ارسال کردن، همچنان کارت مواد اولیه از طرف شرکت هجرت عزیزی و همچنان کارت مواد اولیه از طرف شرکت محترم کامیر. شما هم یکی از پاکت‌هایتون را بگذارین و بتین برای حاجی سیب بزرگوار. بله، ما هم پاکت خود که مقدار 20,000 پاده‌ای است برای کاکا می‌سپاریم. به خیر مصرف کنید. خداوند تمام مشکلات شما را حل کند. سلامت. عزیزای بیننده، دومین فامیلی که در برنامه امشب ما دست گرفته میشه، شرح حالش را در بسته تصویری با هم می‌بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد شاه جان برادرم است، برادر بزرگم است. من برادر اولاد دومی از این خانه هستم. پدر جانم هم از گوش زبان مشکل داره، نمیتونه حل مطلب بکنه. دیگه با 13 نفر فامیل هستیم، تمام اینا مسئولیتش به دست ما است. مشکلات ما بسیار زیاد است. مریضی برادرم، مریضی پدر جانم، مشکلات زندگی و اقتصادی، همه اینا بسیار زیاد است. نمیتونیم رسیدگی بکنیم. پدرم که تا حال الهال اوگار است، نمیتونیم برسیم. خودم تنها فقط خودم هستم، خودمند است و خودم هستم و رسیدگی میکنم به همه اینا. بله، در خدمت شما هستیم و باز هم با امید از اینکه شما مساعدت های خود را داشته باشین، در لابلای برنامه شما را تماس واتساپ شما میبینین. واتساپ ما را یادداشت بگیرین و کمکی که دارین ارسال کنین تا ما بتونیم در شب های باقی مانده فامیل ها را با یک پول خوب در برنامه در کنار خود داشته باشیم. برادر گرامی، بسیار زیاد خوش آمدین و دعا میکنیم خدا مشکل شما را حل بگردانه. باز هم با کمال معذرت دوزه سیب عزیز، امروز با ما شما هم یک مقدار به تکلیف میشین، اما اجر نصیب ما از این کار لذت میبریم. ای پولی است که همتانای ما با آدرس موبی از داخل خارج ارسال کردن، همچنان کارت مواد اولیه از طرف شرکت هجرت عزیزی و کارت مواد اولیه از طرف شرکت محترم کامیر. شما هم بلی. یکی از پاکت‌هایتان را بگذارین و بتین برای برادر ما. به خیر مصرف کنی، خداوند تمام مشکلات شما را حل بکنه و کسایی که کمک کرده خداوند اجر دارن حل بگردانند. سیومین فامیلی که در برنامه امشب ما دست گرفته میشه، شرح حالش را در بسته تصویری میبینیم. بچه کن در 4 سال پیش کمک مرد سپایدی کشکدگی پیدا شد. من متوجه دی بچه شدم، گفتم بچه جان چرا چرا در پایت کش میگویم؟ نمیفهم پدر جان، می چند وقت شده که این پایم یک کم باری درد هم همی دستای دیرم پنجه دیرم که دیدم همه تو کم کم بیوس را کم باری شلاخانی علاباد که آوردم، گفتم بچه که دانی تومر داره. خب باز هم در خدمت شما هستیم و تشکر از مساعدت های شما و تشکر از آقای دوزه که مساعدت دارن و فامیل ها را امروز با یک پول خوب در برنامه دست گرفتن. تشکر. خب میریم به طرف اهدای پول، چون امشب خوشبختانه ما 4 فامیل در برنامه کنار خود داشتیم و داریم. خب پدر جان بزرگوار، با کمال معذرت شما هم اگر لطف کنین استفاده شوین. باز هم دوزه سیب، پولی که همتانای ما از داخل خارج ارسال کردن، همچنان کارت مواد اولیه از طرف شرکت هجرت عزیزی و کارت مواد اولیه از طرف شرکت محترم کامیر. شما هم پول خود را بایش بگذارین و بتین برای پدر بزرگوار. کاکا بخیر مصرف کنی، خداوند تمام مشکلات شما را حل بکنه. شما برین، همکارا شما را راهنمایی میکنن. تشکر. خب و چهارمین خانواده ای که در برنامه امشب ما دست گرفته میشن، از ایشان سیمانه خواهش میکنم تشریف بیارن و کنار ما. همکارا لطفا مادر راهنمایی کنین بیاین. پدر جان، مادر جان بفرمایید. خب خواهر عزیز ما بدبختانه مصاب به تکلیف سرطان هستن، از ایشان صمیمانه خوش آمدید میگیم ایشان را و متاثر هستیم بابت وضعیتشان. شوهرشان هم وفات کرده، وضعیت اقتصادیشان بی نهایت وخیم و در کنار از اینکه شما کمک کردین، امروز دعا در افطار برشان کنین که خداوند اینا را شفای عاجل نصیب بگردانه. خب جناب دوزه سیب، باز هم پولی که هموطنان ما از داخل خارج ارسال کردن، کارت مواد اولیه باشین که بار یک مقدار کامیه را پیش بیاریم از شرکت محترم کامیه و کارت مواد اولیه از طرف شرکت هجرت عزیزی. شما هم پاکت خدا بگذارین و بتین برای مادر گرامی و مادر بسپاریم. خداوند مشکلات شما را حل کنه. بفرمایید مادر جان، بفرمایید میشین. دوزه سه بفرمایید. تشکر از شما، تشکر از تمویل کننده افطاری.
انرژی اتک سرشار از انرژی و نشاط، انتخاب مناسب در سحری و افطار. اتک مشت پرقدرت. تشکر از تمام تمویل کننده های افطاری. ادامه برنامه افطاری پس از نشر چند تا پیام بازرگانی. خوش آمدید عزیزان بیننده و در ادامه برنامه با شما هستیم. شرکت صنعتی پامیر سکلت اولین و بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در سطح افغانستان در این ماه پرفیض و برکت رمضان برایتان قبولی طاعت عبادات و برکت و سلامتی را آرزومند است. پامیر سکلت همیشه برتر، همیشه ماندگار. ادامه سخنها دست همکار خوبم. شما دوست عزیز، وقتی که این بسته‌های تصویری نشر می‌شد، ما که مهمان خود را دیدم، حالش یکمکی دیگرگون شد. من تو احساس کردم که آقای حامد داودزی رفت به گذشته‌ها. شاید هم فقر یا شاید هم وضعیت دیگه، اما بیاین که از خودش بپرسیم که آیا فقر در زندگی تجربه کردن یا نه؟ زندگی انسان فراز و نشیب ها داره. هیچ انسان نیست که زندگی یک نواخت داشته باشه. زندگی یک نواخت اصلا معنی نداره. بله، انسان خداوند بر ما فقر مطلق نشان نده، اما سختی ها را دیدیم. امی سختی هاست که انسان کامل می سازه. امی سختی هاست مثلا وقتی که میگین سختی، ما روزو دارم که این حرف ما به نحوی به ذهن جناب عالی خوب بیایه. وقتی که میگین سختی، آیا پول نان نبوده، پول کرایه نبوده، پول لباس نبوده، پول کرای خانه مانده یا چیز دیگه، پول تحصیل نبوده؟ گفتم زندگی مشکلات خود دارد. ما محصل بودیم، یک وقت بوت ما کنده شد. ما باور که در پناه داشتیم که ما می بوت خود بدوزیم. دیگر این مشکلات بود، یعنی مشکلات. ولی که ما این وضعیت ما می بینیم از مردم بی‌بضاعت و از مردم فقیر، ما باور که درک میکنیم همو حالتشان. خب پول دوختن بود نبود، پس چه کردین که امروز به جایی رسیدین که ماشاءالله کمک میکنین؟ فقط برای انسان تلاش کار است. خداوند متعال میگه که علیس الانسان الا ما سعا. بله. انسان اگر تلاش بکنه در هر بخش خداوند پاداشش میده. بله. زحمت کشیدین. زحمت باید. یک مقوله میگه توانا بود هر کی دانا بود. اگر میخوای به یک جای برسی و دست فقیر و بیچاره رو بگیری و با مردم کمک بکنی، باید خودت توانا بسازی. سلامت باشین. همین سوال به خاطر من به طرف کنگاشش رفت و کمی با عمقش داخل شدم تا جوانای ما انگیزه بگیرن و آنانی که مثلا بیکار هستن، همین بیکاری را حرفه خود نسازن، تلاش کنن، کار کنن، زحمت بکشن تا بتونن با مثل آقای داوزی فردای روز یک فامیل نیازمند را دست بگیرن و این توانایی در وجود انسان هست. خب فعلا که در بنیاد هستین، زندگیتون چطور است داوزی سب عزیز؟ زندگی ما آزاد رست، زندگی مرفه است، بسیار با شان شوکت است. باور که سیرت سیما یکان وقت که در سفرات میشینیم با فامیل این برنامه خواد دید و خدا شاید است اکثریت وقت ما گریان میکنیم. گریانم بخاطر ایزی است که ما وضعیت مردم ها میبینیم. واقعا در کشور فعلا فقر است. واقعا مردم ما در خیلی فقر و تنگدستی زندگی میکنن. زندگی ما خوب است، اما زندگی یک انسان هر قدر خوب باشه و همسایه‌شان زندگی مرفه نداشته باشه، او زندگی به معنای واقعی مرفه نیست. شخصا به نظر ما وقتی زندگی مرفه گفته میشه که همه محیط اطراف شما مرفه باشه، زندگی یک نواخت داشته باشه. سلامت باشین. بدون شک زمانی که انسان میبینه که در کنارش انسان‌های بی‌بضاعت هست، من زین آدم نارام میشه. خب چطور گذشتان این 24 روز رمضان را باشین که زیاد از فقرم صحبت کرده نگه رقم باز؟ بسیار خوب گذشتی 24 روز. ما معمولا مصروف بودیم، در ولایت ها بودیم و کوشش ما بایی بود که دستگیری کنیم. خداوند شما را سلامت داشته باشه. هستیم با شما انشاءالله. حرف و سخنها را ادامه میتیم وقفه و پس از وقفه باز هم در خدمت شما. باز هم خوش آمدین و تشکر از اینکه بیننده برنامه افطاری هستین و تشکر از مهمان ما و تشکر از مساعدت های هموطنای ما که امشب ماشاءالله با یک پول خوب تانستیم که هموطنا را در برنامه با خود داشته باشیم.
در ماه پرفیض و برکت رمضان دسترخانتان را با جوس خوش ذائقه رویال زیبایی ببخشید. کیفیت را با جوس رویال تجربه کنید. سوپر کولا، کیفیت از آن ماست. تشکر از تمویل کننده افطاری. خب آقای داودزی، از اولین رمضان های یادتان است که چند سال پیش اولین رمضانتان بود؟ بله، 15 سال پیش. اولین روزه. و شاید هم سرتان فرض نبوده باشه، مثل یک سر ما فرض نبود در زمان یک زمانی، اما بنابر شوق و اشتیاق درونی روزه میگرفتیم. بله، همونطور بود. فرض نبود، اما ما شوقش داشتیم که روزه بگیریم. در غربن بودیم؟ در غربن. چون از مکتب یاد بله، در غربن. بله، در غربن بودیم. ما یک رسم بسیار خوب داشتیم. رسمی بود که مردم ما چیزی که پخته میکرد میبرد به مسجد ها. و کلگی در یک سفره میشیشت. ما اونمو لحظه رو بسیار دوست داشتیم. باور کن که با سر ما روزه فرضم نبود، اما ما به خاطر اونمو لحظه که باید شرکت کنیم روزه در بگیرد. در مسجد محل. بعد مسجد محل. غذا بیشتر چی می بود؟ معمولا اوجه که است فقط بولانی پخته میکنن. خب افطار همش بولانی میکنن. در اون وقت بولانی پخته میکرد و او رو میبرد به مسجد. سلامت بله. باشین. لبنیات هم در قربان ماشاءالله بسیار زیاد است. بله، لبنیات جای کشت و زراعتی بله مالداری یا زیاد است. بله، لبنیات هم است. دیگر قربان ماشاءالله یک از همه چیز تقریبا غنی است. غنی است. بله. سلامت باشین. بله. مردم بسیار خوب، مردم بسیار شریف داره. ما یک بار رفتیم قربان، یعنی میزبان بسیار خوب هستند. میزبانی بله. بسیار خوب داره. خدا کنه که باز بیاین. شاید ان شاء الله میزبانی متفاوت‌تر باشه. شما را سلامت داشته باشه. تشکر. خیلی بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر از قرائتتان و از اینکه از آن شام قرائت داشتین. بفرمایید. خرما هم بگیرین، افطار هم کنین. دوزه سه با سوپ گرفتین؟ بله. خب چطور بود سوپ؟ سوپ بسیار خوشمزه بود. با سوپ بیشتر در خانه افطار میکنین یا با بولونی یا غذای دیگه؟ ما چیز وطنی را پیش میبریم. خب فرهنگ وطنی را. فرهنگ وطنی را. سلامت باشین. بیاین از کارهای خیریه‌تان بگوین. دوزه سه عزیز، در جریان ماه مبارک رمضان یا پیش از ماه مبارک رمضان شما بر هموطنان نیازمند چه کردین؟ الحمدلله بنیاد خیریه یعنی از شروع تا به حال تنها برای 6000 فامیل ما مواد خوراکی توزیع کردیم. از شروع تا حال یعنی منظورتون چی است؟ شروع تا حال 2 سال میشه که بنیاد ما رسمی فعالیت شروع کرده. خدا آغاز کرده. بله. بله. از او وقت تا به حال ما تنها 6000 فامیل کمک کردیم. کمک بسته خوراکی که هر بسته شان از 5000 تا 10000 بود. ما در بخش بازسازی، یعنی در اکثریت ولایت‌هایی که بسیار دوردست هستند و هیچ امکانات نیست، در روز ما 4 حفر کردیم. و ما یک دارالایتام در ولایت تخار به نام زاد تقوا انشاءالله که به زودترین فرصت افتتاح میشه پر جور کردیم و یک مدرسه بسیار معیاری در ولایت بدخشان جور کردیم، یک مکتب بسیار معیاری در ولسوالی چهاراسیا منطقه به نام خیرآباد میگم، یک مکتب متوسطه، یعنی در هر بخش ما فعالیت کردیم الحمدلله. قبول و این جز یک رحم پروردگار دیگه چیز نیست. سلامت باشین. داوود زیسب عزیز، شما اقتصاد خواندین و یک آگاه مسائل اقتصادی هستین. کشور ما یک کشور فقیر هست و مردم ما بیشترش نیازمند. راه ریشه کردن فقر من حیث یک جوان آگاه اقتصاددان در چی میدانین؟ خیلی خوب است. وقتی که عیسی علیه السلام تولد شد، سر بیبی مریم یک حالت گشنگی آمد. در اون یک وقت خداوند به بیبی مریم میگه که بعد از اعوذ بالله و هوزی الیک بجزا نخلت تساقط علیک رطبا جنیا. یعنی در اون یک حالت خداوند میتونست که اصلا احساس گشنگی بر از این نداده بود، مثل من سلوا یک چیز تیار برشان می آورد. اما خداوند در اون حالت برشان گفت که شما بخیزین و شوربتی درخت خرما به شما خرمای تازه میفته، شما از او استفاده بکنید. یعنی دیگه دقیقاً چند لحظه از زایمان بی بی مریم میگذره. بله، داوود یک حالت برشان بله. میگه که شما چی بکنین؟ حرکت بکنید. و یک چیزی که خداوند بار بار یاد کرده در قرآن عظیمشان و به او قسم خورده، همت است که جوانای ما باید همت داشته باشه. بله. ما خیلی افسوس میکشیم به حال یک تعداد جوانایی که در روی سرک ششته و کراچی در دستشان ششته منتظر از این که باشه یک کسی بیا و کمک شوه. بله. ما به او جوان ها میگیم که تم یا انتظار داشتن. یک دانشمند میگه که
اولین چاست که شیطان برای انسان میکنه که شما از یک کس دیگه تم داشته باشین باز که یک کسی بیا مشکلات ما را حل بکنه. خودتان جوان هستین، خودتان الحمدلله همه چیز دارین، چرا کار نمیکنین، فعالیت نمیکنین و کوشش نمیکنین؟ ما پیشترم گفتیم که خداوند میگه که الیس الانسان انسان الا ما سعا، یعنی در هر جایی که شما کوشش بکنین خداوند پاداش شما میده. شما اگر منتظر ازی باشین که یک کسی بیه برای ما کمک بکنه یا برنج یا نان خشک یک چیز، اگر شما خودتان بخزین صبحی وقت نماز بخونین، توکل به خدا کنین، سیسته که در کشور ما شرایط سخت اومده، کار نیست، اما او به او اندازه کار نیست که مردم شکایت داره. بله. یگانه چیزی که نیست قناعت نیست. باید قناعت داشت. بسیار زیاد تشکر از حضور سبزتان در افطاری. افتخار بخشیدید و تشکر از اینکه هموطنان ما را دست گرفتید. تشکر از جناب دوزه صاحب عزیز و تشکر از جناب قاری صاحب که در سفره افطار با ما بودند و تشکر از شما دوست عزیز تیم ترانه دارالقرآن المؤمنات در استودیوی افطاری با ما هستند. پس چیزی با که از اونها نداشته باشیم. نتکشیندین، شبتان بخیر، الله حافظتان. توبه نکردیم رمضان می رود، توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کف من می رود، این دهه آخر شبهای قد همچون نفس از تن و جان می رود، همچون نفس از تن و جان می رود. وای نبخشید مرا پرکشید، پرکشید همچوی گیمار بران می رود، می رود. آسد افسوس که این ماه خوب سوز پیش همگان می رود، سوز پیش همگان می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود، دل نشد از پاک هنوز از گناه، این رمضان از توان می رود. توبه نکردیم رمضان می رود، توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کف من می رود، این دهه آخر شبهای قد همچون نفس از تن و جان می رود، همچون نفس از تن و جان می رود. بار الها نظری کن ببخش، ببخش بخت خوش تیر دلان می رود، می رود. آه کجا ام بلندی که باز دیده شود جان به آن می رود. بار الها نظری کن ببخش، بخت خوش تیر دلان می رود. آه کجا ام بلندی که باز دیده شود جان به آن می رود. توبه نکردیم رمضان می رود، توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کف من می رود، این دهه آخر شبهای قد همچون نفس از تن و جان می رود، همچون نفس از تن و جان می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود.